سلام علیکم، حالتون چطوره؟ بازم اومدم با یه ولگ دیگه. خیلی خیلی از این بابت خوشحالم. اگرم این کانال رو ساب نداره، امیدوارم که حتما سابش کنی. اگه از ویدیو خوشتون اومدم، حتما یه لایکی، یه کامنتی، خیلی خوشحالم می‌کنی. امروز روز تعطیل و مامانم به چهار پلو خوش نگردش. گفت که می‌خوام با بچه‌هام وقت بگذرونم. تو هم لطفاً برو به کار خودت برس. می‌خوام امروز براشون یه حلوا هویج خیلی خوشمزه درست کنم، ویدیوش هم براتون می‌گیرم. و یه چیز دیگه، سال آخر تابستون ما اولین خونه تکونی سالو انجام میدم. الان هم نزدیک پاییزه و ما باید خونه تکونی رو شروع بکنم. به خاطر همین دوست دارم که با شما انجامش بدم. حتما برین ویدیوهای قبلی رو نگاه بکنین، تماشاشون بکنین، خالی از لطف نیست. خیلی دوستتون دارم و خیلی خوشحالم که همراهمونین. میخوام پوستشون رو بگیرم، تیکشون کنم و بذارم با یه مقدار آب قشنگ آب پس بشه که بتونم پورشون کنم. ببینید، به ازای هر یه لیوانی که میخوایم باش حلوا درست کنیم، به دو لیوان پوره هویج احتیاج داریم. حالا دو لیوان پوره هویج میشه معادل 400 گرم هویج. ما الان میخوام دو لیوان آرد استفاده بکنم، پس 4 لیوان پوره هویج احتیاج دارم. هویجی که اینجا شستم حدود 800 گرمه که 4 لیوان پوره هویج بهمون میده. تو قسمت توضیحات زیر ویدیو کامل براتون مینویسم، حتما برید بخونید، اندازه رو دقیق براتون مینویسم. بریم که با هم دیگه یه حلوای خوشمزه درست کنیم. هر دفعه که میخوام یه حلوا هویج خوشمزه درست بکنم، اول از همه هویجمو پوست میگیرم، تیکه میکنم، میریزم توی قابلم کوچیکی.
بعد یکم آب روش میریزم، حرارت روشن میکنم تا بپزه و نرم بشه. حالا تا پوره هویج ما آماده میشه، ما هم میایم آردمون رو قشنگ تف میدیم. ما اینجا دو لیوان آرد دارم تف میدم. به ازای هر یه لیوان آردم یه لیوان آرد گندم کامل میریزم. تو این مرحله ما بوشهری ها میگیم آرد رو بودادن، یعنی که قد تفتش بدیم که رنگ آرد قشنگ تغییر کنه، احالت خامی در بیاد. واسه یه حلوه خوشمزه به زعفرانم احتیاج داریم. باید یکم زعفرانم دم بکنم. حالا واسه دم کردن زعفران اغلب ما یه چند تا تیکه یخ روش میندازم، بعد میذارم که آروم آروم برای خودش آب بشه. خیلی رنگ قشنگ تری پس میده. بذار اینجا بمونه تا بریم آرد و هویج رو آماده کنیم. خیلی خوب، اینجا دیگه رنگ آرد کامل تغییر کرده، بوخامیش رفته و دیگه آماده است. بریم سراغ هویجا ببینیم پخته یا نه. این هم از هویجامون. حالا اینجا آردا رو یه دست علک میکنم، اونورم هویجا رو باید پوره کنم با دستگاه. هویجا رو با همون آب قشنگ میام پورش میکنم و آماده پیچه واسه حل. این طرف هم آردامون قشنگ آماده است، فقط مونده که یه بار الکشون بکنم و دیگه بریم حلوا رو بپزیم. الان اجاق ما کاملا خاموش. پورای هویج رو بهش اضافه میکنم، یه لیوان روغن و شکر، یکم گلا. حرارت رو روشن میکنم، متوسط رو به کم و اینقدر مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنم که یک دست بشه و حلوامون قشنگ جمع بشه. اگه اوایلش دیدین آردتون گلوله شد اصلا نگران نباشین، همینجوری که هم بزنین قشنگ گلوله هم باز میشه، اصلا نگرانش نباشین. که داره خودش رو جمع میکنه، زعفران دم کرده هم بهش اضافه میکنیم. یعنی خدا شایده نیازی هستی بگم چه عطر و بوی خوبی تو خونه پیچیده. محشر بچه هم محشر، هم رنگش هم عطرش. هر وقتم دیدی اینجوری حلوا کف تاب جمع شد و به اصطلاح گهواره زدی آماده است. حلوا رو همونجوری داغ داغ ریختمش داخل ظرف سرو. بعد با هر وسیله‌ای که داشتیم میتونی قشنگ تزیینش بکنیم. ما چون برای بچه‌ی خودم بود خیلی سخت نگرفتم، خیلی راحت با پشت قاشق یا تزیین خودمونی کردم. بعدم با هر چیزی که تو خونه داشتیم، حالا پرک بادام باشه، گل سرخ باشه، پودر پسته باشه یا هر چیز دیگه‌ای، قشنگ میتونید به سلیقه خودتون تزیینش کنید. اینم شد تزیین ما. قسمت که حلوا مونده، میخوام بخش دیگه از حلوا رو بریزم توی نون تارت ها. هم بچه ها دوست دارن، هم یه بخشش رو بفرستم به همسایه.
چه جالب، قسمت زیری زیادی برشته شده، یعنی اون قشنگی رو گذاشتن رو. حلوا هویج از اون حلوایی که خیلی راحت میتونی ماسور رو بزنی، ولی حتما از یه قیف پارچه استفاده بکنید. برای یه حلوا ما راحت اومدم از یه ماسوره ستاره استفاده کردم. حالا از هر ماسوره‌ای که دوست داشته باشید میتونید واسه یه گل انداختن یا هر چیزی استفاده کنید. اینجا هم میخوام نون تارتا رو پر کنم و همین که روی حلوام رو یه چند تا شکوفه بندازم. اینجا دیگه کارم تموم شد، هم بر بچه هم نگه داشتم، هم بر خونه پدر شوهرم بردم و یه بخشش رو برای همسایه بردم. دیگه وقتشه بر خودم باشم. مثل تمام روزهای خدا، اول از همه وقتی از خواب پا میشم روزمو با یه لیوان آب شروع میکنم. بعد از اون دلم فقط یه نوشیدنی گرم میخواد. صبح که میشه خیلی لذت بخشه که نوشیدنی گرم آماده کنی، یه شمع روشن کنی، تو سکوت و آرامش صبح بیای یه دفتر شوک‌گذاری آماده بکنی و شوک‌گذاری روزانه‌تو بنویسی. فکر میکنم باید شوک‌گذاری رو از پرنده ها یاد بگیرم. وقتی که اول صبح شروع میکنم به آواز خوندن، این دفتر جدید رو واسه شوک‌گذاری روزانه گرفتم. ای که صبح پاشم یه شمع روشن کنم، هر روزم رو با شوک‌گذاری شروع کنم. یه مدت خیلی کار انجام میدادم، اما چند وقتی این کار رو نکردم و جای خالیش تو زندگی مس شد. میخوام از نو شروع کنم و آرامشش رو به خودم هدیه بدم.
همیشه توی برگه های کوچیکی یه چیزایی رو که واقعا دوست داریم بهش برسین و جوری از خدا بخواین و تشکر کنین که انگار بهش رسیدین. یه تاریخ بزنید و یه جا قایمش کنید. اینو مو بهش رسیدم، نمیدونم حالا واقعیه یا نه، ولی مو بهش رسیدم. دوست دارم دوباره تکرارش کنم. خدا رو چه دیدی، شاید هم درست از آب در اومد و همه چی همون جوری شد که میخواییم. امسال تابستون انقدر هوا گرم شده بود که اکثر گلدونای مداخل بالکن همه سوختن متاسفانه. ولی چند وقت پیش که رفتم سبزی خوردن گرفتم بره خونه، یه بخشی از پرپینا شد، اومدم کاشتم داخل یکی از گلدونا. هر دفعه اومدم وقتی بلند میشدم میکاشتم داخل گلدون دوم، اما الان 3 تا گلدون پرپین دارم. اینجا تو بوشهر به این سبزی پرگو یا پرپین میگن. تو شهر شما چی میگن؟ الهی که حال دلتون همیشه عالی باشه و خونتون پر از برکت، کیفاتون پر از پول باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم با لایک و کامنتت ازم حمایت بکنید و این کانال رو سابسکرایب کنید. تا بلاگ بعدی میبینمتون.